یاد خدا و با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان و بینندگانی که همین اکنون نزدیک تلویزیون های خود نشستین و بیننده برنامه نوشدارو از شبکه تلویزیونی سبا هستین. موضوع برنامه امروزی ما یکی از موضوعات بسیار عمده‌ای که متاسفانه اکثریت از جوانان و هموطنان ما دامنگیر از او هستند و او مسئله اعتیاد در کشور می باشه. می خواهیم روی از موضوع صحبت هایی را داشته باشیم. مهمان برنامه امروزی ما جناب استاد پوهنیار دکتر محمد آصف رستاخیز، استاد پانتون طبی کابل و متخصص امراض روانی و عقلی عصبی هستند. جناب استاد شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین و دعوت ما را پذیرفتین. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض سلام خدمت شما کارکنان تلویزیون سبا و بینندگان محترم، ما حاضر هستم که در مورد مواد مخدر که یک موضوع بسیار پرابلمهات در جامعه ماست، چیزایی که اندوختیم به خدمت شما و بینندگان محترم او را عرض کنم و تقدیم کنم. مواد مخدر رو ما اول باید بفهمیم که کدام مواد مخدر است. مواد مخدر از چای شروع میشه، که چای، سیگرت، چرس یا کانابیس و تریاک، هیروئین، مورفین، الکل، ماریجانا و خود مواد منبهات که مثلین مواد الوجندار میگن، که مثلین پانتون ها او را به خاطر از اینکه در شب های امتحان خواب نبری چون از استفاده میکنن و چون زیاد استفاده میکنن با بو معتاد میشن. بسیار خوب جناب استاد، سپاس. میشه در کل بگوید که خود اعتیاد یا معتاد شدن و چی گفتن میشه استاد محترم؟ اعتیاد خودش یکی اعتیاد به نام دیپندنسی یا وابستگی میگن. یک شخص مواد مخدره، من مواد مخدره برای شما یاد کردم، این مواد مخدر استفاده میکنن، من مدت زیاد استفاده میکنن و او از نظر روانی و فیزیکی به او وابسته میشن و از زمانی که بخواهن او رو ترک کنن اعراض وزروال سبتم یا اعراض قد دویی اعراض علایم خود روانی به خاطر وابستگی روانی و اعراض علایم خود فیزیکی به خاطر وابستگی فیزیکی در خود در مرحله قطع دوا یا در مرحله وزروال سبتم یا اعراض قد دویی به پیش از یا بودیده میشه و یکی وابسته دپندنس یا وابستگی است و دیگه یکی ادکشن یا عادت است. پس یکی کساس عادت دارن نسوار میزنن یا بچه زدی که میره چای با زیاد عادت دارن مجلسه این عادت میگن. اما اعتیاد یا دپندنس وابستگی است که این به اکشه به مواد مخدر وابسته میشه که هیچ مشکل است که او را ترک کنه. اگر ترک هم میکنهش باسته اعراض علایم روانی و فیزیکی پیش از جا وجود میگه. سپاس جناب استاد. یعنی در کل فرق بین دپندنس و ادکشن به گفته شما در کل فرق از این دو تا در چی بوده؟ وابستگی در عادت، اگر فرضاً یک شخص مثلا نسوار ترک میکنه یا سیگرت ترک میکنه یا مثلا چای ترک میکنه، مقدر اعراض علایم شدید پیشان وجود نمیاد. شاید یک کریوینگ یا کیفه یا چیز پیشان بیا یا فردن یک انگزیتی خفیف، اما در وابستگی یا دپندنس وقتی که ترک میکنش بسیار مریض درد شدید میداشت باشه، ناراحتی های روانی شدید میداشت باشه، مریض اکسایتیشن میداشت باشه، مریض فردن اسهال میداشت باشه، مریض اخلاجات میداشت باشه، مریض فردن دلبدی، سفراق، قبضیت، علایم چی به شده وجود می. بسیار خوب جناب استاد، تشکر. شما قبلا یادآوری کردین از مواد مخدر. در کل استاد میشه که یک تعریفی از مواد مخدر داشته باشیم و بگین که شامل کدام مواد است، کدام مواد ما مواد مخدر گفته میتونیم؟ مواد مخدر فقط ما در ملک ما فقط از چای شروع میگیم. چای ما میشه، چای می نوشیم، صبح گیم چای می نوشیم، چاشم چای می نوشیم، فردا شام چای می نوشیم. فردا نیره که زیاد اگر چای فردا روز خصوصا بر ماه رمضان اگر ما چای نمی نوشیم میبینی که بر ما سردردی پیدا میشه، یک حالت عصبانیت پیدا میشه، کریوینگ پیدا میشه، کیف چای می تشنگی بر ما پیدا میشه. می خود چای شروع میکنیم نه، مثلا در ماه رمضان اکثرا سردردی هایی که پیدا میشه ناشی از خود نخوردن چای است. چای خود چای در جمله مواد مخدر است. این در قد اعراض ترک دوایی یا اعراض ترک خود مواد مخدر است که به شکل سردردی و به شکل کریوینگ یا کیف از او یا به شکل
انگزایتی یا استراب یا چیزی که نگرانی یا چیزی که گم کرده باشه بشه وجود نه. بسیار خوب. و دیگه مواد ما سیز فتن چی هست؟ نسوار است. بیشتری مردم های ما اطراف ما عادت و الیکشن به نسوار دارن. درست که نسوار میدنن و یک چی حالت نشایش بدر وجود میه. اما ایام فتن اگر وقت ترکش میکنن کدوم تکلیف ورزه وجود نمیه. شاید که اگر زیاد اگر بزیاد تکلیف بیا یک تکلیف کریفنگ خود کیف یک معامله سو یا استراب یا انگلیتی اگر سبانیت بسیار خفیف پیشن موجود بیا و دیگه سگرت هست. سگرت هم خود ترکش خود در تکلیف زیاد نداره. در سگرت خودش علاوزی که پردن نظر جسمی و روانی متاد می سازه یک شخص مبسته می سازه. بله. اکثرا نی از خود دود سگرت چندین مواد سرطانزا وجود آمده که باعث سرطان می شه و باعث امراضی تطرقت نفسی مثلا برانکایتس می شه و دیگه نفستنگی ها دیگه من را از حال دیگه امراض قلبی دیگه امراض خود میده مایی دیگه چیزا می شه. درست بسیار علی. و ترک سگرت وقتی یک شخص عادت داره به سگرت ترک ترک بکنه، ترک از او کدام تداوی کار نداره. میتونه خودش تصمیم بگیره، سگرت ترک کنه، تنها چیزی که پیش از او وجود میه، یک شاید یک کریونگ یا کیفه یه خود که سگرت تسک پیش میه، یا فردن اگه سبانی شه، یا فردن شای زیاد میشه، چاق میشه، و چیز انگزایتی یا استراب پیش از او وجود میه. اما مثل دیگه مواد مخدر بوده، یه مریض بدون تکلیف میتونه سگرت شدید و خطرناک نیست، بدون تکلیف میتونه سگرت با عزم خود با تصمیم خود ترک کنه. درست. یا این بعد از او به خود چرس یا کانابیس. بسیار خوب. چرس یا کانابیس هم در افغانستان تقریبا قبل از زهی بورانی که در افغانستان بوران 25 ساله قبلا در افغانستان مردم یک تعداد مردم ما به چرس چی داشتن؟ عادت داشتن یا وابستگی داشتن. مواد مخدر فردن میاییم سر خود اوپیات خود ابی تریاق و بشقات اوپیات. تعداد متعدین تریاق در افغانستان قبلا بسیار زیاد بود. مردم در خصوصا در سمت شمال در بدخشان اکثرا به این معتاد بودن که خود ترک تریاق باز و دوال سپتوم میده. ترک تریاق خودش هم وابستگی روانی میته، هم باعث وابستگی روانی میشه و هم باعث وابستگی فیزیکی میشه که اثر ترک ازی هم تشوشات روانی مثلا افسردگی، مثلا عصبانیت، مثلا کریونگ، مثلا انگزایتی، استراب دیگه چیزا وجود میه و وابستگی خود از نظر قتل و وابستگی فیزیکی پیش از افتادن قبضیت شاید وجود به بیشتوهی اسهال یا سطراق دلبدی یا کانولوژن اختلال بعضی مسائل دیگه پیش از وجود به که خود مریضایی که معتاد به تریاک هستن خود از نشان مسن هستن مثلا از 60 بالا هستن یا شیوه تداوی هایی است که باید یا تعدیز یعنی تریاق خود قطع کنن دفعه در باید ترکیز را قطع نشه که بلده مشکلات پیدا میشه دفعه تدریج یعنی یا مقدار زور مقدار استعمال شد کم کنن باز وقتی که به کمترین مقدار رساندن باز بیان پیش دکتر و اونا رنماییش میکنن تدریج شان میکنن. بسیار خوب جناب استاد، یک جان سپاس، تشکر جناب استاد. میشه بگین که در کل علل و عوامل اعتیاد در کشور خود ما شما کدام عوامل بوده میتونه؟ خب در کشور ما اولین علت و عامل اعتیاد یا وابستگی خود اراده یا خود اراده ضعیف یک شخص است. درست. یک شخص اگر اراده قوی داشته باشه هیچ وقت او با مواد مخدر معتاد نمیشه. دیگه یک علت چیست که امنشین با امنشین ها یا رفقایی که کسای رفقای یا دوستای شد که مواد مخدر استفال میکنن و این که بسیار خوب چیز است یک بیگی یک کیف کو یک تستش کو بسیار خوب آدم خوش نگاه میکنه خود تشویق خود رفقا یا امنشینایش. بسیار خوب. دیگه ای که یکی از علتش است. درست. دیگه علت دیگه چیست که فرضاً یک شخص بدون مشوره دکتر بعد دواهای آنالیزیک ها را آنالیزیک های نرکوتیک ها را یا فردن مواد ترانکولایزر یا مسکنات عصبی را دواهای مسکن اعصاب یا علت دیگه اعتیاد خود مشکل فامیلی یک شخص بسرخو. مشکل اجتماعیش مشکل شخصیش مشکل خانوادگیش یا مشکل دیگه وظیفه‌ویش هم میتونه که یک شخص با وابسته وادار بسازد با مخد پناه برد مثلا کسایی که زیاد مشکل فامیلی دارن مثلا یک شوهر هم برای خانم خوش نیست یا خانم هم برای شوهر خود خوش نیست این با خاطر که امی یک فضایی که
به اصطلاح فضای خوب فامیلی یا فضای محبت فامیلی دو فامیل مستولی نیست یا راکم نیست. بله. اکثرا یا میرن به مواد مخدر پرامه برن به مشروبات الکلی یا مواد مخدر. ولی مشکلات فامیلی و دیگه مشکلات شخصی یک چک مزار شخصی داره. مشکلش بدون از اینکه بره به یک کس مشوره کنه یا پیش دکتر بره این به مواد مخدر پرامه بره. یا من در وظیفه خود کدوم مشکل داره فردن بدون از اینکه رو حل فصل کنه من به مواد مخدر پرامه. بسیار خوب. دیگه علتش که خود مهاجرت هاست. مهاجرت ها مثلا در افغانستان دیگه 35 سال بسارا. اکثر کسای گفتم هموطنای ما که به ایران میرن مهاجر شدن در ایران اونجا کار میکنن مرد کاری میکنن به خاطر ازی که خود میگن که خود تریاک خود نیروی جسمانی را زیادتر میسازه و قوه کار زیاد میسازه یا از تریاک استفاده میکنن که زیاد سیشن کار کنن. از اون خاطر اکثر کسایی که تقریبا از 80% 90% متادین هروئین تریاک از ایران میه از مهاجرین ایران است و دیگه از جمله عواملش است که بعضی مسئله چیز در کل گفتیم که استاد محترم مهاجرت ها میتونه که یکی از عوامل اساسی خود اعتیاد باشه. سپاس جناب استاد. خب این را بگوین برای ما که آیا ما برای اعتیاد کدام تداوی داریم؟ آیا اعتیاد خودش قابل تداوی است و اگر قابل تداوی است شامل کدام مراحل است؟ اعتیاد خودش هر کسی که اتفاق فردن به هروئین، به تریاک، به بروفین، به الکل، به ماریجانا یا به فردن الوجن ها مواد منبات متاد باشن قابل تداوی است. درست؟ که این تداوی ازی سه مرحله داره. ها بسیار خوب. اولی که خود هر یک شخص معتاد باید عزم خود بگیره، تصمیم بگیره. تصمیم از او بسیار مهم است. تصمیم شخص معتاد که تصمیم بگیره و دیگه فامیلش تشویقش کنه و اجتماع مردم همکارش تشویقش کنه، رفقای دوستاش تشویقش کنه. سه مرحله، مرحله موتیویشن است، مرحله تشویق است. اول کوشش میکنیم که این وادار بسازیم که این مواد مخدر ترک کنه. تشویق شود. آه، تشویق موتیویشن است. بعد از مرحله موتیویشن باز مرحله تداوی ازی شروع میشه. بسیار خوب. بر تداوی که بعضی چیزا مثلا سیگارت و چهار سیش لازم نیست که مریض بستر شود بشه میتونیم برای یک دوای ترانکلایزر یا دوای مسکن اعصاب بدیم رانمایش کنیم هیچ کدام قابل از چی نیست تشویش نیست اما با کسایی که معتاد به تریاک هستن کسایی که معتاد به هروئین هستن کسایی که معتاد به مورفین هستن کسایی که معتاد به سوسیگان هستن کسایی که معتاد به دیگه مواد مخدر الکل هستن یا دیگه مواد این ایجاب بستر شفاخانه رو میکنن یا باید به شفاخانه معتادین یا بستر شوند که تداوی از یا تقریبا 10 روز می باشه از 10 روز تا یک ماه. درست. در 10 روز اول تداوی از یا دیتوکسیفیکیشن است سمزدائیست. بسیار خوب. که تداوی از یا به دو شکل صورت بگیره یا ای که تداوی سیمپتوماتیک می باشه همون چیزایی که بیش از یا تکلیف همون تکلیف بیش از یا پیدا بشه همون دواش داده میشه صورت هر از تداوی صورت میگیره بشه تداوی هر از صورت میگیره مثلا هر مشکلی که داره تداوی هر از تداوی عرضی میشه یا هر مشکلی هست عرضی که هست تداوی هم عرض میشه اما بعضی اوقات پیش کسایی که مثلا معتاد به هروئین هستن یا به تریاک هستن و پیش از یا اگونست دوا استفاده بشه از اگونست دوا مثلا من از تجربه که از دوستان یا چیزی که از تجربه که از کشور دوستان تقریبا 20 سال پیش آموخته میست که در کشور دوستان در مرکز تداوی معتادین خود که در هرینگر قرار داشت کسایی که معتادین هروئین بر در روز بستر میکردن و عوض هروئین برش تایدیجیزیک یا دوای بیپروبورفین میدادن. سپاس جناب استاد، تشکر از شما و میشه بسیار بسیار به شکل خلاصه مرحله از اینکه با سمانده در روز اول کس در روز اول با در اوکوپشنال تراپیا میشه در روز اول به در اتاق شغل درمان میره مثل مصروف نگاه میکنه با در روز خلاص باز با در روز باز تا 20 روز نگاه میره به شفاخانه نگاه میکنن باز در جلسات پی جی سایکوجیکل گروپ تراپی باز یا تجدید تربیت میشه. سپاس جناب استاد. در کل میشه بسیار به شکل خلاصه برام بگوین که بعد از اینکه مریضایی که معتاد هستن تداوی میشن بعد از تداوی چگونه اینا باید تعقیب شون و کدام مراحل در بر دارن؟ بعد از اینکه مریضای معتاد شفاخانه رصد میشن مرحله باز توانی اجتماعی است دیگه. بسیار خوب. اینا وظیفه دولت است که بر از یا شغل پیدا کنه و عوامل که باعث یکی از عوامل بیکاری است به نه آدم موجوده یک شغل است وظیفه دولت است بر از یا کورس های تربیتی دایر کنه یا یک صاحب یک شغل پیشه شون و بر از یا وظیفه دولت است کار پیدا کنه از بیکاری خلاص شون و در اجتماع باید یاری هیچ کس نگوی چرسی نگوی شرابی نگوی فردان پودری دیگه من نه یک شخص نرمال باید برخورد شوه یا توهین نشن تحقیر نشن دقیقا باز مراجع
مواجه میکنن با مواد مخدر. یکی از بعض برادرای خود می خواهش میکنم از اجتماع خود، مردم، از ملت خود، از مردم خود، کسی که اگر کاریه که مرض معتاد که تداوی میشن بود تداوی میند داخل اجتماع میشن، یا هیچ وقت صدا نکنن که چرسی یا ایری یا شرابی یا پودر یا چرسی یا اسگریتی. یک جان سپاس جناب محترم از اینکه وقت برنامه ما رو به پایان است و نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم. یک جان سپاس از اینکه به برنامه تشریف آوردین و دعوت ما را پذیرفتین. من به منو به خود از شما و تمام کارکنان تلویزیون سبا تشکر میکنم و بسیار اعزاز قدردانی میکنم شما به موضوع بسیار مهم شما ایرا به برنامه ما تقدیم کردین از طریق کانال تلویزیون. یک جان سپاس جناب شما و بیننده های عزیز، از شما هم که تا اخیر برنامه ما را همراهی کردین جهان سپاس. تا برنامه آینده و هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند لایعظال سپرده. خداحافظ.